شلوم و برخا. سوالی مطرحه درباره زبان عبری. این زبان از کی معمول شده؟ این خط زبان عبری که بهش میگیم کتاب آشوری، خط آشوری، از کی معمول شده؟ تو لوحی که خداوند به موشه میده و به زبان عبری نوشته شده بوده، الفبای اون تو لوح چگونه بودند؟ آیا به همین خطی که امروزه ما میشناسیم که بهش میگیم کتاب اشوری، که کتب مقدس ما، تورا و بقیه کتب از زمان حداقل ازرا از سفر تا به حالا به این زبان نوشته شدند، آیا این همون خطی بوده که خدا به موشه داده؟ چرا بهش میگن کتاب آشوری، خط آشوری؟ بعضی نظرات هست که میگن به خاطر این که ازرا سفر وقتی که از بابل آشور به اسرائیل مهاجرت میکنه، این خط نوشتاری را در جامعه اسرائیل معمول میکنه، که بهش میگند اوتیوت مروباوت یا اوتیوت ریبوآها، یعنی حروف مربعی که ازرا سفر معمول میکنه و مورد پسند و قبول همه جامعه یهودی قرار میگیره. خب اگر اینطوره، قبل از اینکه ازرا این خط را معمول بکنه، خط یهودی‌ها چه بوده؟ به چه صورت می‌نوشتند؟ اینطور که نگاه می‌کنیم و می‌بینیم در کتیبه‌ها، در کتاب‌های قدیم که از قبل از ازرا سفر هست، کلمات و حروف عبری به خط دیگری نوشته می‌شد که بهش میگن کتاب عبری کادوم، یعنی خط عبری قدیم. خط عبری قدیم که در خیلی از کتیبه هم دیده شده و کتب و اسناد قبل از ازرا اصلا کاملا با این خط جدید که ظاهرا ما بهش میگیم جدید و بهش میگیم کتاب آشوری یا خط مربعی متفاوته و فرق داره. چه لزومی پیدا کرد که ازرا بیاد و اون خط قدیم عبری را منسوخ بکنه و این خط را معمول بکنه، خطی کتاب امروز میبینیم و مینویسیم و در همه کتب و اسناد تا جایی که از ازرا به بعد هست به این صورت نوشته میشن؟ این سؤالی است که بین بزرگان و مورخین و همچنین علمای یهود خیلی مطرحه. اول ببینیم چرا بهش میگن این خط را کتاب آشوری. یکی از بزرگان، یا اصلا بهتر بگیم هارمبام، نظر میده که من، چون ایشون معمولا نظراتش منطقی است، میگه این کلمه آشوری از آشور میاد، ربطی به آشور نداره. و چرا بهش میگند آشوری؟ از لفظ آشور و مئوشار، یعنی زبان منتخب و خوشبخت. هارمبام میگه این زبان، این خط از تمام خطوط زبانهای دیگه متفاوته و متمایزه. و آشور، و اینجا از ریشه ایشرونی، مثلا در کتاب برشید داریم که لاء وقتی آشر به دنیا میاد میگه ایشرونی بانوت، دختران مرا خوشبخت خواهند خواند. کلمه معنی مفهوم منتخب و یک زبان خوشایند میده. هارمبام میگه این خط حروفش کاملا مشخصه، تغییر نمیکنه، شبیه به کلمات دیگر نیست که اشتباه بشه و
احکام حروف به هم نمی چسبه. پس هارنبام میگه علت این که میگیم آشوری، نه این که از آشور آمده، نه این که زبان آشوری ها بوده. درسته که یه عذرا اومده معمولش کرده و بلکه زبانیست که تورا بهش داده شده. هارنبام معتقده که تورا و لوحات هم به همین زبانی که امروز ما با او سر و کار داریم داده شده، یعنی این زبان را مقدستر میدونه از زبان عبری قدیم. و زبان عبری قدیم که اگر من بتونم اینا بعدم بهشون نشون بدم، کاملا حروف با حروف عبری ما فرق میکنه. بعضی از علما میگن این از اول تورا همین خط عبری امروزه معمول بوده، اما خاطر خطای و گناه اجداد ما در یک مقطعی در مسائلی که در تاریخ پیش اومده، اون زبان اون خط فراموش شده و اون خطی که در حقیقت میگن عبری قدیم اون معمول شده. بعضی البته مفسرین میگن نه، اون خط تورا بوده، اون خط عبری قدیم، و چون تقدسش خیلی بالا بوده او را فعلا محفوظش کردن، پنهانش کردن و عذرا اومده به خط ظاهرا جدید را مطرح کرده که میش بگن آشوری. اما اگر دقت بکنیم و یک کمی منطقی باشیم و بریم به زبانها و خطهای مترادف و همزمان اون دوران اسرائیل مراجعه بکنیم، میبینیم که شباهت زیادی داره این خط قدیم عبری به خط فنیقی ها که فنیقی ها هم 22 حرف دارن، دقیقا مثل عبری از راست به چپ مینویسن، حروف خیلی خیلی بسیار شبیه حروف عبری قدیمه. اما از طرف دیگر میبینیم تا زمان ادرا از سفر، هرچی که ما کتاب پیدا میکنیم، هرچی که کتبه پیدا میکنیم، هرچی که آثار تاریخی پیدا میکنیم، به زبان اون عبری قدیم نوشته شده. از ادرا به سفر به بعد به خط جدیده که ادرا میاره نوشته میشه و ما رو دچار کمی سرگردانی میکنه. اما حخامیم دلیل آوردن و میگویند که نه، اون زبان را ما از فنیقی ها گرفتیم بعد از آنی که به یه علتی زبان اصلی تورا که همان عبری کنونیه یا فراموش شده بود یا پنهان شده بود. و بعد عذرا هسوفر اومد نه اینکه زبان آشوری بیاره، نه، همان زبان را پیدا که میدانست و اومد دوباره معمول کرد. حالا حخامیم در حالت داستانی میگن فرشته ملاخ اومد و مجددن اون حروف را به عذرا یاد داد و او اون خط را دوباره در بین جامعه معمول کرد. حالا هر طوری که ببینیم، در حقیقت این احیای همان زبان اصلی است که تورا بهش داده شد و دوتا لو هم با اون داده شد. مثلا حخامیم میگن دو حرف در دو لوحی که موشه گرفت، یکیشون مثلا سامخ و مم سوفیت، دو حرف سامخ و مم سوفیت، اینا به طور معجزه در دو لوح قرار داشتن. چرا؟ چون مم میدونید چهار طرفش بسته است و به جایی نمیتونه بسته باشه. اگر بخواد حک بکنید در اون لوح که از دو طرف هم لوح حروف دیده میشد، وقتی میخواد مم سوفیت بنویسید یا سامخ، به جای دیگه وصل نمیشه، این کاملا بسته است و جدا میشه از خود لوح. و میگفتن به طور معجزه این دو کلمه در لوح قرار داشتند. و ما میبینیم که در حقیقت اگر بخوایم بگیم که این زبان و این ببخشید این خط عبری قدیم بود، کلمه سامخ در خط عبری قدیم اگر شما به شکل بعد مراجعه بکنید، میبینید که
سامخ اصلا شکل امروزی نداره، شکل امروزیش که گرده، سامخ اون زمان اصلا این شکل نبوده، بعد بسته نبوده و شکل دیگری بوده. این نشون دهنده اینه که این سامخ در حقیقت همون سامخ الان ماست. اون سامخ زبان عبری قدیم به این شکل نبوده که بسته باشه و گرد باشه، و حتی میتونیم بگیم برعکس، حرف عین در زبان عبری قدیم اون گرد بوده، و در حقیقت اگر قرار بودی که زبان عبری قدیم باشه باید طور دیگری این مسئله. البته بعضی هم معتقدن که زبان قدیم بوده و اون عین بوده که به صورت معجزه در لوح به صورت مستقل قرار گرفته بوده. پس میبینیم که این که میگند این زبان لبین زبان آشوری زبانی بود که عزرا هسوفر او را آورده، نه، عزرا هسوفر آورده معمول کرده بعد از آنی که این زبان این خط فراموش شده بوده و او اومده دوباره او را چکار کرده و احیا کرده. برای اینکه حتی ربی یهودا حناسی، کسی که میشنا را نوشته، مؤلف میشنا میگه خط مربعی، همون خطی که امروز معموله، قدیمی تر از اون خط عبری قدیمی که ما در کتیبه ها میبینیم. اون خط خطی است که شبیهات زیادی به خط فنیقی ها داره، و بعد از آنی که خط مربعی یا فراموش شد یا به خاطر خطاها یا به هر علتی پنهان شد و شاید میگفتن تقدس زیادی داره و ما او را به کار نبریم، مثل ارانی که بعضیا عبری حرف نمیزنند، لشون حقودشه، میگن عبری، لشون حقودشه، ایدیش حرف میزنند، ترکیب دیگری از عبری رو با یه زبان دیگری حرف زنند. چرا این کار میکنن؟ میگن زبان عبری لشون حقودشه، ما باید فقط در تفیله ها و مراسم و در تراخوندن استفاده کنیم. یعنی که مثلا برای خودشون آلمان زبان ها، آلمانی زبان ها ایدیش رو درست کردن که روزمره شون حرفای معمولیشون از کلمات مقدس استفاده نکنن. شاید هم در یک فاصله زمانی اون زبان اصلی که خط اصلی که همون خط مربعی یا بهش میگن خط آشوری بوده فعلا مطرح نبوده. بعضی هم میگن چرا در دوره عزرا اسرائیل ها رفتن و به خط مربعی یعنی خط معمول امروز دوباره مراجعه کردن؟ به خاطر اینکه کوتی ها، اون اقوامی که آشوری ها اونها را به اسرائیل آوردن و اینها اول یهودی شدن و بعد دوباره دین اسرائیل را التقاطی کردن با عقاید بت پرستی قاطی کردن، اینا ادامه دادند بعد از و ادامه دادن و وقتی که قوم اسرائیل خواستند که زبان رو تغییر بدن، اونا همون خط قبلی را ادامه دادن و استفاده کردن، و برای که یهودی ها خودشون متمایز بکنن از کوتی ها اومدن و به خط مروبا، خط آشوری متوسل شدن و مطرح کردن و او را چکار کردن؟ او را دیگه معمول کردن. و پس ربی یهودا حناسی هم میگه که زبان اصلی تورا و خط اصلی تورا همان خط معمول امروزه که اصلا کلماتش حتی دروش بحث میکنن که معانی مفهومات رمزی داره و راز داره، و اما اون عبری قدیم که بهش میگن اما اون زبان عبری قدیم که شکل کاملا متفاوتی از عبری ما داره، این از فنیقی ها گرفته شده و تا زمان عزرا هسوفر بین اسرائیل معمول بود، اما عزرا اومد و دوباره زبان مروبعا، زبان مربعی را، همون زبان آشوری را که بهش ما بگیم، دوباره معمول کرد. و این علتش نیست که او از آشور اومده بود، بلکه این زبان زبانی است که به قول هارامبام زبان معشاره، زبان خوشبخته و زبان منتخبه، و هر البته زبان که همون زبان، منظور من خط منتخبه، و چون نوشتنش و طرز رسم کردنش و اصولا حروفش از هم کاملا متمایزه
و هم اشتباه نمیشه، متفاوته و البته ما نمیتونیم بگیم تعصب داریم به زبانمون، هرچی هست درش ما قدوشا و تقدس هم حس میکنیم. و البته خیلی بین علمای حتی توی گمارا بحث سر این مسئله که کدام زبان اصلی بوده، کدام خط اصلی بوده و کدام بعدن گرفته شده. اما اگر به صورت منطقی نگاه بکنیم، این صحبتی که من داشتم و به نظر من از نظرات دیگه قانع کننده تر و منطقی تره. شالوم و برکات.